شما بینندگان عزیز تلویزیون پارس، برنامه دیدگاه از این لحظه در برنامه دیدگاه در خدمت شما هستیم به مدت یک ساعت و آقایان دکتر منوچهر رزمارا و سیاوش اوستا در این برنامه ما را همراهی خواهند کرد. لطفاً برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید. از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم. بله، بریم سراغ آقای سیاوش اوستا در پاریس ببینیم که ایشون چه مطالب جالبی برای ما دارن در این فرصتی که باقی مونده. در حال سیاوش اوستای عزیز رو صحبت. درودی بر شما. درود بر شما. شب بخیر، اسب بخیر، حالتون چطوره؟ خوب هستی؟ اینجا قربان صبحه، اینجا روزه، دو بعد از ظهر، دو بعد از ظهره، اینجا شبه، اینجا در 12 شب نزدیک شما شبید. بله، ما این موقع شب هم شما رو رها نمی کنیم و مزاحمتون. بله، حالا مطالب مهمی که دارین در این برنامه با مکنیم شروع داریم. آقای شهرتی یک دقیقه و نیمه، اگه همین محبت کنم پخش کنن آقای شهرتی، چون وقت زیادی هم نداریم، بعد بر اساس همین یک دقیقه و نیم که خیلی مهمه و در راسته همین فرمایشات شما و آقای دکتر رزمارم هست، بعد من خدمت موارد رو عرض میکنم. حاکمیت فاسد و وابسته پهلوی سبک زندگی غربی در کشور بود. انقلاب آمد اونو پس زد، هر کس برگرده به اون مرتجع. انقلاب کبیر فرانسه بعد از حدود 12-13 سال، انقلابی که علیه پادشاهی، علیه سلطنت به وجود آمده بود، بعد از 12-13 سال مجدداً کشور فرانسه سلطنتی شد. Well organized, به خوبی سازماندهی شده، تماما آماده و تماما زیصلاح و با حمایت مردمی که در رأس اون مریم رجبی هست و همه اونهایی که امروز در اشرف سگرد هم اومدند و امید میبخشند به مردم شما در ایران. Your resistance units commitment to democracy. کانون‌های شورشی شما متعهد به حقوق بشر و آزادی و دموکراسی هستند برای همه مردم و یک دیدگاه برای یک ایران آزاد و امیدی و الهام بخش برای همه جهان. مریم رجبی، برنامه 10 ماده‌ای خانم رجبی برای آینده ایران، متضمن آزادی بیان، آزادی اجتماع، آزادی برای همه مردم ایران که رهبرانشون رو انتخاب کنند. رژیم تهران میخواهد دنیا رو فریب بده تا باور کنند که تظاهر کنندگان در ایران میخوان به دیکتاتوری شاه برگردند. پس بگذارید از همه شما که اینجا هستید بپرسم تا همه دنیا بشنوند. آیا مردم ایران میخواهند یک دیکتاتور رو با دیکتاتور دیگری جایگزین کنند؟ آیا مردم ایران میخواهند یک دیکتاتور رو با دیکتاتور دیگری جایگزین کنند؟ آیا مردم ایران میخواهند یک دیکتاتور رو با دیکتاتور دیگری جایگزین کنند؟ خب این آقای شهرفشاهی عزیز، سپاسگزارم آقای شهرتی. اینایی که سرشون دادن همشون آقا پیرپاتالن، اینایی که گوش تا گوش نشستن اصلا به درد ایران نمیخورن. اینا همشون سنهای بالا مجاهدین خلقن دیگه، اینا از مجاهدین خلقن و در کمپ اینها در آلبانی سخنرانی شد. نکته خیلی مهمه در این 3-4-5 دقیقه من سعی میکنم بخشیشو بگم به شما. یک اسراری هست که الان به شما میگم. اسرار اینه که ما از پس از که شاهزاده اون صحبت رو کرد 4-5 هفته پیش، شروع کردیم یک مانور قوی تبلیغاتی، دیپلماسی دادیم، مبارزاتی، که صحبت کردیم از اتحاد شاهزاده رضا پهلوی با مسعود رجبی. میگم با مسعود رجبی ها، نمیگم با مجاهدین، نه با مریم. و اصلا داریم که این دو تا عکس هست. آقای شهرتی اگر نشون بدن این دو تا عکس، اینا صحبت هایه. میدونید که این شاهزاده تا کنون ده ها 400-500 صحبت کردن تا این سال ها، همیشه هم حرف های نو و جدید و خوبی بوده. اما چرا این جریان گرفت؟ بخاطر همین مواردی است که تا جایی که وقت باشه من خدمت شما بگم. مسعود رجبی
همونطور که اینجا میتونید بخونید، این پیام هایی است که مذاکرات مجازی و توافقاتی است که تا این سالهای گذشته رجوی شاهزاده رضا پهلوی با هم دیگه داشتن. و بعد وقتی که به اینها نگاه میکنیم میبینیم دقیقاً هر دو به خوبی هم عمل کردن. مسعود رجوی میگه که رضا در زمان انقلاب تا اونجا که من میدانم شخصا مرتکب جرمی نشده، یعنی منظورش رضا پهلویه، و اگرم تازه باباش کاری کرده بابا رو به پسر چه. این رو این حرفی که الان میخوام بهتون میگم بعد از پیمان نوین رضا پهلوی گفت، میگه که به من میگن که مسعود رجوی میگه که آقای رضا پهلوی حرفای ما رو گرفته و به اسم خودش در بوده، میگه هیچ اشکالی نداره، بعضی ناراحت نیستم، هرچه مجاهدین ناراحتن، من به مجاهدینم گفتم شما ناراحت نباشید، هیچ اشکالی نداره. صدای امریکا، وایس آف امریکا با شاهزاده رضا پهلوی در همون وقت مصاحبه میکنه که اینا همه ما توی 5-6 تا برنامه که دارم بهتون میگم آقای شرف پخش کردیم اصلا. بهش میگه که آقای رضا پهلوی مجاهدین مدعی هستن که پیمان نوین موادی که شما دیدید منونه، شاهزاده جوابشون نمیده. ولی میخوام بگم سرید به این ترتیب که موارد دیگه ای که شاهزاده میگه و رضا پهلوی به اصطلاح و مسعود رجوی اینو مورد توافق مجازیشون قرار میگه، از جمله میگه که من دلم میخواد که شاهزاده علنا بگه که سلطنت نمیخواد بکنه، و بعد وقتی که ایشون اینو اعلام بکنه که خواهان یک جمهوری دموکراتیک که هست، ما هم واژه اسلام رو ور می‌داریم و تشکیلات خود کاملا دموکراتیک می‌خوایم. الان مسعود رجوی میگه تو همین تکست سندش اینا اسنادش هم بعد به تصویب شورای ملی مقاومت رسونده، شما میبینید اونجا. بعد نکته دیگه میگه خمینی اومد به شاهزاده، میگه آقای شاهزاده مخاطب قرار میده، میگه اومد به شما گفت که شما برو درست بخون، برو فلان بکن، گفت نه من اونطور نیستم که به تو اینو بگم، من از شما میخوام آقای رضا پهلوی شما بیا در میدان قاطع مبارزه بکن. این حرفش مهمه، مسعود رجوی میگه، و میگه من حتی از شما میخوام که در انتخابات ریاست جمهوری ایران آزاد هم شما شرکت بکن. این موارد که به وجود اومد که من نمیتونم در آن 2-3 دقیقه بگم که چون در جریان کارا بودم خیلی گسترده بود. آقای شرف شایی یه ها مسعود رجوی غیب شد. غیب شدن ایشون قبل از این شد که خانم رجوی رو گرفتن، بازداشتش کردن، میخواستن تحویل ایرانش بدن، آزاد شد ایشون. برخلاف نظر امنیت فرانسه و رئیس جمهور فرانسه، من با رئیس جمهور فرانسه موقع صحبت کردم، گفتم استرداد ایشون به ایران درست نیست، چون بعدن حالا بگذاریم. بعدن ایشون که آزاد شد، آقای شرفشاهی اینجاست که وقتی که خانم مریم قاجار آزاد شد، من گمان میکنم چون برخی هم برای موارد هستن، را نمیخوام اینجا بحثیست بگم، یک توافقاتی شد که ایشون بجایی که استعداد بشه به ایران تو خارج باشه. و همینطور که شما الان در این 2 دقیقه ویدیو دیدین، شما ببینید آمریکا پنس و پومپئو آدم های کوچیکی نیستن. ایشون رئیس سازمان سیای آمریکا بوده، معاون اول رئیس جمهور آمریکا بوده، پومپئو وزیر امور خارجه بوده. اینا انسان های الان که من با شما صحبت میکنم، این دو تا شخصیت های مقتدر امنیتی سیاسی آمریکا. یعنی این بازی به ما این رو نشون میده آقای شرفشاهی که تمام اینها در کادر جهانی متحدن، از خانم مریم رجوی بگیرید تا جبهه ملی بگیرید تا خود سید علی خامنه بگیرید و تا آمریکا. ببینید پس از اینکه اوباما چند میلیارد دلار به روحانی پول داد، این دلارها رو اینا تقسیم کردن و پول رو هم شما به هر کی بدی، هر کی، من حتی خیلی آدما رو میشناسم که اینا یه همتون بازی هم اومدن. یعنی این مانوری که ما دادیم از 2 ماه پیش با 5 تا برنامه، این مانور الان پیروزی با ماست، چون از اون طرف هم سید علی خامنه این حرف رو زد، ولی یک شورش و زلزله بزرگی در تشکیلات امنیتیش به وجود اومد که حفاظت اطلاعات سپاه که اصلا اطلاعات اون بود تا یه بنداخت کنار، حفاظت رو هم عوض کرد. آقای شرفشاهی خیلی مهمه، رئیس حفاظت ولی امر که محافظه شخصی خوده خامنه‌ای هستن، اون رو هم عوض کرد، همه اینا رو عوض کرد. یعنی یک تحول عظیم، تمام اینایی که سالبه خدمت کرد بودن، هر یک جاسوس هم بودن، خب 20% 30% اونجا کار میکردن، 50-60% واسه این کار میکردن، ولی همه اینا رو که انجام داد، این نشون داد که این شورش بزرگی که داره پدید میاد که در آینده پیروزی ایران رو داره. و خب خوشبختانه الان اینو میخوام بگم، هدف منم مشخصا تو این مانوری که توی چند ماه دادیم این بود که همین از لایه عزیزی رو بیان بالا که مردم شما بفهمید که آقا جبهه ملی کیه، اون آقا کیه، این یه دختره کیه، اینا یهو از اینور به اون، همه نشون دادن که با نظام پادشاهی که ملت ایران الان اینو میخواد. آقای شرفشاهی نظر شخصی من و شما نیست، ملت ایران الان میاد تظاهر
مبارزات میکنه، جون میده، خون میده، حتی روشنفکرها، علمایشون، حتی علمای دینیشون میگن رضا شاه رو چاد. هر کس پس خارج از این کادر هست و این دیگه برای من مسلم و من و ملت ایران مسلم شد که مسعود رجایی رو حذفش کردن به خاطری که میخواست همین کار بکنه. بعد از این آقای شرفشیر بهتون میگم شخصیت های مهمی که وزرای مریم رجعی بودن تشکیلات اومدن بیرون، مثل آقای قسیم، کریم قسیم، مثل آقای دکتر روحانی، مثل اسماعیل وفای یغمایی که شاعر بزرگ اینا بود، اینا همه از کادر اومدن بیرون و مریم رو تنها گذاشتن. چرا؟ چون این احساس میشه، این احساس میشه، تاکید میکنم که ایشون از زندان که میاد بیرون تحویلش نمیدن، یک حساب و کتاب قراردادهایی ساخته شد، قرارمدارهایی گذاشته شد، برای همینه که اینا یهو قتل عامهای 120 هزار تا جوانای ایران سال 60 فراموش کردن. مریم مثلا در مورد صحبت میکنه، همش میگن رئیسی 4000 نفر سال 68 و 67 کش. خب خود خمینی، اسدالله لاجوردی، اربابای همین رئیسی کنونی روحانی، اینا که سال 1360 که ما در سالگردش هستیم 120 هزار نفر اعدام کردن، کشتن، چرا این نسل کشی کردن 4000 تا؟ حالا 4000 تا درسته، چرا یهو قطع کردن آقای شرفشاهی از سال 60 تا 67 رو؟ اینها همه همین حساب کتاب هاییست که با برنامه اینا همشون در کادر جهانی و در کادر سادات تازی هستن که دارن زمین ها رو آماده میکنن که پس از این که مشتبای خامنه ای جریان اینا رو که عمل ترتیبشون رو داد حوزه قم و مشهد مونده، اونا رو هم مشتبا ترتیبشون رو بده، رهبریشون رو اعلام کنن. بله، البته میدونین نفوذ موساد در داخل ایران یه نوع شرایطی ایجاد کرده بود که خطر خود خامنه ای رو تهدید میکرد، برای اینکه کم کم مهره های رو اونجا خریداری کرده بودن و اینا متوجه شدن و اینکه رئیس اطلاعات سپاه رو عوض کردن، این آدمی که سالها جنایت میکرد، آدم کشی میکرد و با قدرت تموم حتی به دادگستری و قوه قضاییه دستور میداد کیه بگیر کیه نگیر، چند سال زندان کن، کدوم ده ها زندان بفرسته، اینا همه رو همین مردک انجام میداد که اینو برکنار کردن، برای اینکه شنیدن که این موساد با اینا ارتباطاتی برقرار کرده و خطری رهبری رو هم در حال تهدید میکنه. برحال این موساد آقای شرفشاهی بهتون بگم تا همین الان هم چون در اسرائیل دو تا جنای هم، چون که در ایران دو تا جنای هست، در آمریکا دو تا جنای هست، الان آقای بنیگانس که به اصطلاح هست و نفتالی بنت که مشکل دارن با آقای بنیامین نتانیاهو، اینا دو جنای هن که همیشه بوده، مثل آقای موشه قصاب عزیزم که رئیس جمهور بود اونجا، بعد هفت سال رفت زندان. موساد الان فردا در ایران قدرت داره و در این شکی نیست، ولی جناهاشون عوض میشه. همین الان در چند روز گذشته شما دنبال کنید اخبار اسرائیل رو، میبینید که روی مسئله برجام هم اینها چون الان دارن مذاکره مستقیم با آمریکا میکنن دیگه، اون کشورهای فرعی نیستن، اینا در دوحه مستقیم دارن میکنن، یعنی نفوذ اسرائیل هست. ولی اینو میخوام به شما تاکید کنم آقای شرفشاهی که مشتبه خامنه ای که الان 15 سال اون داره حکومت میکنه در ایران، ولی محرمانه و مخفی و بدون اینکه هیچ صداش شنیده بشه، حرفش زده بشه، هیچ کس هم بهش انتقاد و نقد در داخل کشور نمیکنه، بدترین فشار به خمینی و خامنه ای میدن، اسم مشتبه هیچ کس نمیاره. بر همین اساس مشتبه یه تیم آماده کرده که این تیم که به عنوان درس خارج به اینا میداد در قم، این تیم کم کم میاد جای همه این پیرپاتالا رو میگیره. اگر ما نتونیم اون شهریاری رو در ایران مستقل کنیم با اون شیوهایی که شاهزاده گفته، ما عرض کردیم و غیر. بله، سپاسگزارم از شما آقای سیاوش عبستای عزیز، تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای شما آرزو دارم. سپاس، درود، شب خوش، مرسی های شهرتی، خدا نگهدار. بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت. همراه آقای سیاوش عبستا، دکتر رزمارا و آقای امیر شهرتی کارگردان برنامه با شما خداحافظی میکنم و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای شما آرزو دارم. بدرود تا درود دیگر. لطفاً برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید. از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم.